در حالی که هشدارهای پی در پی کارشناسان اقلیمی و محیط زیست آینده خطرناکی را برای کره زمین پیش بینی می کنند و بسیاری از کشورها در تلاشند تا در راه‌های تولید انرژی غیر فسیلی سرمایه گذاری کنند، بازار نفت و گاز همچنان پر رونق است و کشمکش‌ها بر سر داشتن سهم بیشتری از آن ادامه دارد. چرا با وجود ناسالم بودن انرژی فسیلی تولید و بازار آن همچنان گرم است؟ انرژی در بازار جهانی به طور کلی در چه وضعی است؟ در خاورمیانه چگونه است و کاهش شدید فروش نفت ایران به دلیل تحریم‌ها چه تأثیر ماندگاری بر اقتصاد و توسعه ایران خواهد گذاشت؟ بهروز عدلوند، کارشناس انرژی، عضو شورای روابط خارجی آلمان، استاد پیشین دانشگاه و مسئول سابق مرکز مطالعات محیط زیست و انرژی در دریای خزر در دانشگاه برلین و یکی از صاحب نظران در زمینه انرژی در جهان است. او مهمان من در این برنامه است. آقای بهروز عبدالوند، به برنامه به بار دیگر خوش آمدید. ممنون از این منو دعوت کردید. در یک نگاه کلی به انرژی در جهان، شما روند تغییر و تحول در تولید انرژی چطور می‌بینید؟ یعنی آیا این به طرف فاصله گرفتن از تولید انرژی فسیلی میره یا نه؟ من معتقد نیستم که به طرف فاصله گرفتن میره، بلکه حجم استفاده از انرژی فسیلی همچنان افزایش پیدا خواهد کرد. منتها ترکیب انرژی میکس رو در مصرف جهانی تغییر خواهد کرد. در کشورهای بسیار پیشرفته حجم انرژی های نو افزایش پیدا میکنه، ولی در کشورهای تازه صنعتی شده یا در حال اکسپانژن از دید صنعتی همچنان مصرف گاز، نفت و زغال سنگ افزایش پیدا کرده. چرا فکر می‌کنید؟ یک مسئله قیمت ما کلی یعنی قیمت تمام شده انرژی رو بر مبنای ضریب در واقع تولید انرژی گرمایی بر مبنای نفت میسنجن و نفت به طور عمده لیدینگ مارکت انرژیه، از دید این که قیمت ها با قیمت تولید نفت سنجیده میشه. به همین علت من فکر میکنم مسئله قیمت رو باید به عنوان یکی از حساس‌ترین منابع مسائل در نظر گرفت. در این حال با افزایش جمعیت و افزایش مصرف و موبیلیتی از دید اقتصادی، سهم نفت و گاز همچنان بالا خواهد بود. یعنی این در واقع به نوعی بازار اینو تعیین میکنه، یا اینکه تصمیم گیرنده های اصلی برای این روند رهبرای کشورهای صنعتی هست؟ ببینید، هیچ رهبر کشور صنعتی وجود نداره که بتونه بازار جهانی رو تغییر بده. ما الان اگه در نظر بگیریم، چین یکی از بزرگترین کشورهای صنعتی دنیاست و در واقع هند هم به اون خواهد پیوست. در امریکای لاتین کشور صنعتی داریم که دارن سهم بازار گسترده‌تری به خودشون اختصاص میدن و در بین کشورهای غربی هم در تصمیم گیری سیاسی تفاوت‌های سنگینی وجود داره. همونطور که ما می‌دونیم آقای پرزیدنت ترامپ مسئله کلایمت چنج رو جدی نمیگیره و از کلی قراردادهای محیط زیستی بیرون میزنه. زمین در آلمان به عنوان کشور صنعتی پیشرفته که به محیط زیست خیلی زیاد اهمیت میدن، حجم انرژی های نو در حال گسترشه. بنابراین وجود یک سیاست واحد یا سیاست مداری که تعیین کننده باشن یه پدیده ابزوردیه، به هیچ عنوان در واقع تاثیر عمده ای نداره. بازار تعیین میکنه، منتها بازار قابل تنظیم و مانیپولیشن. شما از آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا اسم بردید. شما فکر می‌کنین افرادی مثل ایشون واقعاً صمیمانه اعتقادی به مسئله تأثیر گازهای گلخانه‌ای بر گرمایش زمین ندارن، یا اینکه منافعشون ایجاب می‌کنه که تو این مسیر نرن؟ ببینین، این اصلا ربطی به منافع یا تصمیم شخصیشون نداره. اینا به رشد اقتصادی نگاه میکنن. وقتی برای رشد اقتصادی نیاز به انرژی فسیل دارن، محیط زیست رو قربانی میکنن. در این حال از دید ضریب بازده اقتصادی میسنجن و اینکه تا چه حد وابستگی ایجاد میکنه. وقتی ما در نظر میگیریم 98% انرژی های در واقع فلزات کمیاب که برای انرژی های نو مصرف میشه در حال حاضر در چین تولید میشه، خب این یه وابستگی اساسی رو ایجاد میکنه. شاید هم در واقع تمایل پرزیدنت ترامپ برای خریدن گرینلند با این مسئله سر نزدیک باشه که در گرینلند دومین منابع بزرگ در واقع فلزات کمیاب متمرکزه.
ما تا موقعی که مسئله فلزات کمیاب و به دست آوردن فلزات کمیاب رو عمده نکنیم و اینکه عوارض منفیش رو روی محیط زیست نسنجیم، نمیتونیم در مورد مثبت بودن یا منفی بودن استفاده از انرژی های غیر فسیلی در واقع به نتیجه مشخصی برسیم، چون تولید فلزات کمیاب هم به اندازه کافی محیط زیست رو آلوده میکنه ولی لوکاله، یعنی محلیه. بله. حالا در حال حاضر سهم امریکا و روسیه و دیگر کشورهای صنعتی بزرگ در تولید انرژی فسیلی چقدره در بازار جهانی انرژی؟ ما اگه در نظر بگیریم که ما تقریبا 98 میلیون برل در روز الان داریم نفت مصرف میکنیم، خب برصد امریکا با یکی از تولید کننده های بزرگ روس 10-15% با اگه دیرکت و ایندیرکت بسنجیم، روسیه به همین تناسب، ولی گمان نمی کنم این عمده ترین مسئله بازار سهام جهانی باشه، چون بازار جهانی نفت و گاز یه بازار به هم پیوسته است و ربط به تولید کنندگان عمده نداره. در بازار انرژی امروز نقش انرژی های نفت و گاز به طور کلی در برای کشورهای صنعتی بزرگ چقدره؟ یعنی آیا من دارم اینو اگر بخوایم مقایسه بکنیم با دهه 50 میلادی که مثلا ما به خاطر اون در ایران کودتای 28 مرداد داشتیم، یا جنگ عرب و اسرائیل داشتن که بعد از در سال 73 که تحریم نفتی بعد شروع شد و کشورهای صنعتی رو تقریبا فلج کرد، امروزه آیا به همون میزان گذشته مهمه براشون نفت و گاز؟ من معتقدم نفت و گاز ارزش خیلی گسترده تری هم پیدا کرده، یعنی اهمیت نفت و گاز و در واقع سهم نفت و گاز در انرژی میکس جهانی به دلیل در واقع تأثیرشون در بازارهای مالی گسترده تر شده و اهمیت کنترل در واقع تولید نفت و گاز یکی از اساسی ترین فاکتورهای تنظیم بازارهای مالیه. به همین علت من فکر میکنم که کنترل بازارهای نفت و گاز جزو مهمترین ابزار ژئواستراتژیک باشه. ما مثلا در ارتباط با نفت و گاز در نظر بگیریم که قیمت گاز بر مبنای یه فرمولا پرایزینگ از قیمت نفت ما تاثیر میگیره، اگرچه بازارهای گازی به طور عمده بازارهای لوکال یا کانتیننتالن، مثلا سهم در واقع گاز مایه هنوز به اندازه کافی گسترش پیدا نکرده، ولی در کلیتش بابت فرمولا پرایزینگ که به نفت وابسته است، قیمت جهانی نفت در کل تنظیم بازار جهانی انرژی‌های فسیل و غیر فسیل تأثیر گذاره. بنابراین به عنوان در واقع ماده اصلی تامین انرژی و با تأثیرش روی بازار مالی باید نفت رو در نظر بگیریم. من فکر می‌کنم کنترل نفت از دید فیسکال اهمیت اساسی داشته باشه. با چه در واقع کرنسی نفت خرید و فروش میشه و چه سهم از تقاضا و عرضه بالفرض اون کرنسی رو که با نفت و گاز مرتبطه در واقع تحت تاثیر قرار میده، من گمان میکنم از این پرسپکتیو اگه نفت رو در نظر بگیریم به عنوان انرژی مادر که تو تاثیرگذاری روی قیمت کلی انرژی های دیگه هم خواهد داشت، بعد در نظر گرفت که نقش نفت و گاز در بازار جهانی گسترش خیلی وسیع‌تری پیدا کرده از دید اینکه تاثیراتش چند جانبه است. حالا با توجه به اینکه تولید نفت و گاز در کشورهای متروپول به اصطلاح کشورهای اصلی سرمایه‌داری در امریکا، در روسیه و جای دیگه تولید بیشتر شده در این زمینه، آیا وابستگی یا حالا وابستگی نگیم تا چه اندازه به هر حال نفت خاورمیانه، نفت و گاز خاورمیانه برای کشورهای صنعتی بزرگ مهمه هنوز؟ نفت و گاز خاورمیانه فرمی از رگولیشن رو به بازار نفتی تحمیل میکنه. وقتی ما در نظر بگیریم که دهه 70 ما 60 میلیون برل نفت مصرف میکردیم، الان 98 میلیون برل مصرف میکنیم، حجم مصرف در واقع نفت افزایش سنگینی پیدا کرده، ولی نفت خاورمیانه تقریبا سهمش از بازار جهانی در همون سطح گذشته مونده. قبلا 30 میلیون برل نفت رو از 60 میلیون تامین میکردیم، الان 29 میلیون برل رو از 98 میلیون برل تامین میکنیم، ولی اینتگراسیون یا فقدان اینتگراسیون نفت خاورمیانه در بازار جهانی تاثیر عمده ای داره. وقتی ما در نظر بگیریم که تا
تولید نفت در خاورمیانه ارزان‌تر از جای دیگه است و تعیین قیمت نفت بر مبنای عرضه و تقاضا تضمین میشه، منتها قانون معکوس ارزش روش تاثیر گذاره. چون وقتی ما اگر بخوایم در نظر بگیریم یه تولید صنعتی مثل خودکار رو، اون تولید کننده ای قیمت رو تعیین میکنه که بتونه به ارزون ترین فرم تایید کنه، ولی در بازارهای انرژی به دلیل اینکه به در واقع بازدهی معادن مرتبطه، سهم تولید ارز اون معادنی که تولیدشون ارزان تمام میشه نمیتونن کل نیازهای جهانی رو تامین کنن. بنابراین بعد اون سهم اون در واقع منابع تولیدی افزایش پیدا کنه که در واقع هزینه تولید بالاتری دارن و اون کشوری که با نفت رو با هزینه تولید بالاتر تولید میکنه هم سهمی در بازار جهانی داره. بنابراین باید در نظر بگیریم به چه شیوهی در واقع بازار جهانی توسعه پیدا کرده، چه سهمیش رو میشه با تولید ارزان پوشش داد و چه سهمی میمونه برای تولیداتی که گرانتره. اون تولیداتی که گرانتره به طور عمده در کشورهای اتفاق میفته که تکنولوژی بالاتری دارن یا توانایی تکنولوژی ایمپورت در واقع تکنولوژی داشته باشن. ما الان اگه در نظر بگیریم بخشی از نفت با دیپ واتر تامین میشه، بخشش از اویل سند توی کانادا است، بخشش با نفت سنگین در ونزوئلا و مجموعه اینا هزینه‌های تولید بالایی داره و هر کدومش هم یه سهمی از بازار رو برای خودش در نظر گرفته. بنابراین باید به مکانیزم‌های دیگری غیر از در واقع نفت خاورمیانه در فکر کنیم، بلکه ببینیم در واقع افزایش سهم نفت خاورمیانه چه تأثیری در بازار جهانی داره. اگر نفت خاورمیانه افزایش پیدا کنه، سهم تولیدات گرانتر میاد پایین. به همین علت ما می‌بینیم با سانکشن‌های مختلف یا با بحران‌های مختلف در خاورمیانه خیلی از کشورها تولیداتشون محدود شده. لیبی در دهه 70 7 میلیون تن تولید می‌کرد، عراق 7 میلیون تن تولید می‌کرد، ایران 7 میلیون تن تولید می‌کرد و سهم گسترده‌تری وجود داشت در بازار. الان هر کدوم با 4 تا 5 میلیون برل ماکسیمال می‌تونن یه سهم جزئی‌تری رو داشته باشن. بسیار خوب. حالا در خاورمیانه بگوییم، در بین کشورهای به حال دارای نفت در خاورمیانه کدام یکی از این کشورها تونستند استفاده درستی از درآمد نفتشون در جهت توسعه کشورشون با این دورنما که در آینده وابستگیشون به نفت کم بشه استفاده کردن؟ متاسفانه میتونم بگم که هیچ کدوم از کشورهای منطقه خاورمیانه استفاده درستی نکرده. کشوری مثل عربستان سعودی هنوز صادرکننده عمده نفته و قسمت 80% بودجهش رو با نفت تامین میکنه. کویت، امارات متحده به همین تناسب و شاید در عراق که هنوز فرصت اینکه بخواد برای توسعه سرمایه‌گذاری بکنه پیدا نکرده. ایران در ظرف سالها و دهه‌های گذشته تونسته تا حدود زیادی صنعتی شدن رو پیش ببره، ولی هنوز سهم نفت متأسفانه به دلیل مشکلات در واقع سیستم مالیاتی نتونسته در واقع خودش از نفت رها ببخشه. بنابراین تا موقعی که سیستم مالیاتی ایران و در واقع اصلاح نشه و عادت‌های مصرف ملت ایران تغییر نکنه، گمان می‌کنم استفاده وابستگی به نفت همچنان ادامه خواهد داشت. حالا شما چند سال پیش در گفتگوی با رسانه‌های داخل ایران گفتید که ایران یک کشور نفتی نیست و با توجه به اینکه این نقل قول از شماست، البته اگر دقیق باشه، و با توجه به اینکه وابستگی کمتری نسبت به عربستان به نفت دارد، از مسئولیت بیشتری در این زمینه برخوردار است. منظورتون چه دقیقاً؟ ببینید، ما اقتصاد ایرانی اقتصادیه که الان 105 میلیون تن مواد غذایی تولید میکنه، توی کشور منطقه جز تولید از این دید جز بزرگترین کشور است. ضمن اینکه در 30-40 سال گذشته صنایع زیادی شکل گرفته، اگر مدیریت صنعتی بهبود پیدا کنه این صنایع رو میتونه استفاده بهینه ازش بکنه. در این حال ما بیشترین حجم نیروی آموزش نیروی انسانی برتر رو داریم در خاورمیانه. ما دانشگاهمون جز بهترین دانشگاه‌های خاورمیانه است و نیروی انسانی داریم تربیت می‌کنیم که سیستم اقتصادیمون هنوز نتونسته به طور کامل ازشون استفاده کنه. ما در صورتی که ما بحران مدیریت رو در ایران حل کنیم، یکی از کشورهایی هستیم که میتونیم از ظرفیت‌های انسانیمون، ما سرمایه اصلیمون نیروی انسانیمونه، نفت و گاز نیست. ما الان گاز رو به طور 100% در بازار با در بازار داخلی مصرف می‌کنیم، شاید 4-5% رو صادر می‌کنیم، ولی افیشنسی اون گازی که ما مصرف می‌کنیم در ایران خیلی پایینه. ما به اندازه نصف اتحادیه اروپا گاز مصرف می‌کنیم، ولی به اندازه نصف اتحادیه اروپا افیشنسی نداره این تولید مصرفمون. و پروپورسیونی که استفاده می‌کنیم نفت و گاز رو در اقتصاد داخلیمون با توجه به پایین بودن افیشنسیش دردناک.
حالا شما فکر نمی‌کنین که مثلا نگاه کشورهایی مثل امریکا که الان ایران رو تحریم کرده و به خصوص تمرکز کرده روی نفت ایران با این امید که بتونه به اصطلاح صادرات نفت ایران رو به صفر برسونه نشان دهنده اینه که ایران کماکان به شدت وابسته به درآمد نفته؟ ببینین متاسفانه ما به هنوز کشورمون وابستگی سنگینی به درآمد نفت داره، ولی اینکه تا ایالات متحده آمریکا بتونه با سانکشن علیه ایران واقعا در واقع سهم ایران رو به سهم صفر برسونه رو بعد زیر سوال برد، چون کشورهای هستن مثل چین که از ایران هنوز نفت وارد میکنن و کشور دیگه بازاری هم وجود داره که کنترل خاصی روی بازار نفت و گاز از دید در واقع جهانی وجود نداره. ایران همچنان میتونه گاز در واقع نفت مصرف کنه. گاز ایران به طور عمده در بازار ایران استفاده میشه و یه مقدار کمیش هم به صورت برق به کشورهای همسایه صادر میشه. ولی اخیراً پومپئو وزیر خارجه امریکا گفته بود که ما تونستیم 2,700,000 بشکه از نفت صادراتی ایران کم بکنیم. یعنی الان صحبت از اینه که صادرات نفت ایران بین 300 تا 500 هزار بشکه. ببینید آمار غلطه که ما بگیم 2,700,000 تا ایران اصلا صادر می‌کرده، چون ایران در بهترین حالتش میتونه 2-4 میلیون صادر کنه. ولی من فکر می‌کنم نفت سهم نفت ایران 700-800 میلیون برل هزار برل باشه، بشکه نفت باشه و 1.3 میلیون برل افت کرده. این تاثیر سانکشن‌های آمریکاست، کشور زیادی میترسن بخرن ولی هرگز نتونسته به صفر برسونه، نمیتونه هم به صفر برسونه، چون بازار نفتی جهانی رو هیچ کس روش کنترل کامل و اشراف کامل نداره. آره، ولی بالاخره ظاهرا روی اقتصاد ایران تاثیر گذاشته، کما اینکه پیش بینی که الان در مقاله‌ای که فینانشال تایمز اخیرا نوشته بود چاپ کرده بود صحبت از اینه که پیش بینی رشد منفی اقتصاد ایران در سال 2019 9.5%. ببینین من اطمینان دارم که تأثیر گذاره، ولی بیشتر از این که بخواد سانکشن‌های آمریکا تأثیر گذار باشه، مدیریت اقتصادی و مدیریت در واقع صنعتی ایرانه که باید در واقع رفرم درش صورت بگیره و بتونه کشور رو از وابستگی به در واقع واردات کم آزاد کنه. من یه رفرم مالی و مالیاتی رو در ایران مهمتر از هر چیزی میدونم. ما 5 سال از زمانی که مورگان شوستر رو از ایران بیرون کردیم تا الان منتظر رفرم مالیاتیم. ملت ایران عادت به دادن مالیات نداره و دولت ایران هم عادت به گرفتن مالیات نداره، در صورتی که ما سیستم مالیمون رو در واقع اصلاح کنیم و ملت ایران از این مصرف گسترده بیبند و بارش دست برداره، ما خیلی از مسائل کشور داخلیمون رو میتونیم حل کنیم بدون اینکه وابستگی به نفت داشته باشیم. ما الان داریم قسمت عمده گازمون رو خودمون مصرف میکنیم. ما از 105 میلیون تن مواد غذایی که تولید میکنیم 35 میلیون تنش رو تبدیل میکنیم به زباله. بنزین هر چه تولید میکنیم در واقع داریم مصرف داخلی میکنیم با یه قیمت غیر قابل قبولی که ارزانه. عادتهای مصرف ملت ایران یکی از بزرگترین بحرانهای ملت کشور و ملته و ما باید شروع کنیم به روشنگری در این مورد که عادتهای مصرف ملت ایران بتونه ایران رو به چه مسیری میرسونه. حالا یکی از شعار قدیمی ایران همیشه این بوده از زمان شاه که ما به مرور باعث وابستگی که خودمون رو به درآمد نفت کم بکنیم در اقتصاد ایران، و زمان شاه سری فعالیت‌هایی برای صنعتی کردن کشور شد، سرمایه‌گذاری خارجی جذب شد، اینجا اونجا سرمایه‌گذاری صنعتی شد، خود ایران در کشورهای دیگه سرمایه‌گذاری کرد، در کارخانجات بعضی سهام بعضی از کارخانجات رو خرید، ولی خب مهلت پیدا نکرد که ادامه پیدا بکنه و انقلاب شد. در 40 سال گذشته به نظر شما چه اقدامی صورت گرفته که به هر حال نشون بده روند برای کم شدن وابستگی به درآمد نفت؟ ببینین روند صنعتی شدن ایران گسترش پیدا کرده و صنعت ایران رشد نسبتاً خوبی داشته، ولی اونچه که من فکر می‌کنم در ایران مانع این میشه که این رشد صنعتی تأثیر مستقیم اقتصادی بذاره مسئله مدیریته. ما همواره میگیم ما بحران مدیریت بحران میکنیم در ایران، ولی اگه ما بحران مدیریت رو به عنوان بحران اولمون ببینیم و حلش کنیم، فکر میکنم در بسیاری از موارد ما اقتصادمون میتونه اون چرا که شکل گرفته با توجه به سهم افزایش سهم صنعت در اقتصاد، افزایش سهم کشاورز، ما وارد کننده زمان شاه وارد کننده عمده در واقع مواد غذایی بودیم.
ما در آغاز انقلاب 7 گیگاوات برق تولید میکردیم، الان 70 گیگاوات برق تولید میکنیم. یعنی تولید برق ما 10 برابر شده، در جمعیتمون سرانه 2 برابر شده. مصرف یعنی در واقع تولید سرانمون در واقع چیز در حدود 4 برابر شده. وقتی ما اینو در نظر بگیریم، ضریب صنعتی شدن کشور در مصرف برق، منتها اگر ضریب افیشنسی رو که انتظار داشتیم میداشت، ما امروز این سوال وابستگی به نفت و گاز رو نمی کردیم. ما روی افیشنسی صنعتمون کار نکردیم و این یکی از عمده ترین مسائل اساسی. ولی بالاخره حالا ضعف مدیریت یا هر چیزی، واقعیت اینه که اینجوری نشده اونطور که میخواسته. ولی حالا وضعیت فعلی ایران و مسئله تحریم ها، خب طبیعتاً همونطور که خودتونم گفتین تاثیر خیلی جدی گذاشته بر اقتصاد ایران. ایران حالا کشورهای اروپایی رو متهم میکنه که در حرف با پایبندن به برجام، ولی در عمل هیچ کاری انجام نمیدن و فرض کن که در بهترین حالت مثلا چیز هست، اینستکس هست، که اون هم دامنه فعالیتاش ظاهرا محدوده و نمیتونه پولهای ایران رو منتقل بکنه به داخل کشور. چرا فکر میکنید کشورهای اروپایی نمیخوان یا نمیتونن کاری بکنن در این زمینه؟ ببینین، کشور اروپایی کشور مستقل، یعنی من فکر میکنم نمیخوان کاری انجام بدن. اگر میخواستن واقعا برای یعنی ایجاد اینستکس، وقتی آدم استراکچرش رو در نظر بگیره، اینا میخوان کالا با کالا چیز کنن، در واقع معاوضه کنن، که من بعقیده من در این شرایط جهانی که ما با یک اقتصاد گلوبال مواجهیم، احمقانه است که ما برگردیم به یه دورانی که ما بخوایم کالا و کالا رو تنظیم کنیم. یا اتحادیه اروپا در صورتی که واقعا به طور جدی اراده سیاسی داشت که بخواد از اینستکس و استفاده تبلیغاتی نکنه، بلکه استفاده رئال بکنه، میبایست نفت از ایران بخره، که مسئله پولی که تجارت با ایران صورت میگیره مشخص باشه. نه کردیتی در اختیار اینستکس قرار میدن، نه نفت رو از ایران میخرن. بنابراین نشون دهنده اینه که به طور عمده میخوان ایران رو در چارچوب در واقع جی سی پی او ای نگه دارن، بدون اینکه هزینه سنگینی براش بپردازن. حالا شما آقای عبدالوند خیلی نزدیکین به منابع اروپایی، شما مشاور شورای روابط خارجی دولت آلمان هستید و قاعدتا بایستی اطلاعاتتون خیلی بیشتر باشه نسبت به آدمای معمولی. شما آلمان به عنوان یک اقتصاد یا قدرتمندترین اقتصاد اروپا، چرا فکر میکنین که قادر نیست سرسوم بده به این مسئله و مثلا در مقابل تحریم های امریکا وایسته؟ این اینستکس یه بار من با آقای پرفیشر صحبت میکردم در این مورد، گفت یه فرزندی است که 3 تا پدر داره، در این میان گویا پدرهای بیشتری هم پیدا کرده و فکر میکنم تا موقعی که در واقع استراکچر اتحادیه اروپا تصمیم مستقل نگیره و پارلمان اروپا در این مورد تصدیق مستقل نگیره و جدا از در واقع تمایلات ناسیونال کشورهایی که عضو جی سی پی او ای ان یه تصمیم مشترک نگیرن، اینستکس اون فرمی رو که باید پیدا نمیکنه. یه بخش از دیپلماسی در واقع مشغول با این که فکر میکنم بیشتر دنبال خرید وقته، که نبخواد زیاد صدمه بزنه به روابط اروپا و امریکا، نبخواد روابطش رو با ایران در واقع محدود کنه و فشار بیشتری بیاره. واقعیت‌های ژئوستراتژیک منطقه ولی نشون دهنده اینه که ایران باید هر چه سریع‌تر در بازار اقتصادی غرب اینتگره بشه. در صورت چون ما الان سهم چین در اقتصاد ایران بالای 80% شده. هر شهروند سیاسی اتحادیه اروپا وقتی به این نگاه کنه، با توجه به اینکه ایران یکی از حساس‌ترین کشورهای استراتژیک خاورمیانه است، باید به این مسئله فکر کنه که در واقع اگر ایران اینتگره نشه، همونطور که در سوریه دیدیم، در کنار در واقع روسیه برای منافعش درگیر بحران داخلی سوریه شد، از دید اقتصادی هم وابستگی وسیع‌تری به چین پیدا می‌کنه. این وابستگی اگه اینستیتوشنال بشه به این سادگی نمیشه جبرانش کرد. بنابراین همه کسایی که باید مسائل استراتژیک آینده جهانی سر کار دارن باید به نتیجه برسن، ایران رو اینتگره کنن در اقتصاد جهانی. خب برای اینتگره کردن آقای عبدالوند لازمه که بسیاری کارشناسان اقتصادی و سیاسی هم در داخل ایران و هم در خارج معتقدن که ایران ناچاره که یک بازبینی
بنیادی در سیاست خارجیش بکنه. حالا بدون توجه که آقای پومپئو چند تا ماده میذاره و از درخواستهاش برای ایران، به هر حال سیاست خارجی ایران میگن که اصولا ایران خودش رو گروگان سیاست خارجیش کرده و به همین دلیل روی اقتصاد و همه جوانب زندگی کشور اثر گذاشته. شما فکر نمی کنین تا زمانی که یک تغییر بنیادی در سیاست خارجی نشه واقعا امکان اون انتگره شدن در بازار اروپا و جاهای دیگه نیست؟ ببینین، سیاست به طور عمده با یه در واقع پارامتر سر و کار داره که من چی میدم چی میگیرم. تغییر سیاست خارجی یک کشوری که 40 سال زیر فشار سیاسی و اقتصادی جهانی بوده به این سادگی اتفاق نمیافته. اگر ما به پایان دوران اوباما برسیم، دولت اوباما تا حدود زیادی حتی در حل مسائل خاورمیانه از پتانسیل ایران استفاده میکرد و بحث مسئله IS رو من به خاطر دارم که در یک از مقالات هم سیتات رو بردم که هم اوباما هم معاون سابقش اصرار داشتن که ایران رو در واقع سرکوب و کنترل IS دخیل کنن و بیشتر و بیشتر. از یک طرف آقای پومپئو از ایران خواستار اینه که در چین از مسلمان‌ها حمایت کنه، از یه نظر میگه چرا در عراق این کار انجام میده. غرب اول برای خودش مشخص کنه چی میخواد. من نمیتونم بگم دشمن من دوست منه در یه مورد، ولی در یه مورد دیگه در واقع من بیام استثناء قائل باشم. ایران یک کشوری است که خواسته یا نخواسته از مدیترانه تا هندوکش فعلا نفوذ داره و در واقع بدون در نظر گرفتن این فاکتور. ولی آقای عبدالرحمن از این نفوذ چه استفاده ای میکنه برای مردم؟ ببینید، ما فعلا امنیت که خودش درگیر خیلی از مسائل کرده در ایران که سبب شده که مدام با تحریم مواجه باشه و نتونه به اقتصادش سرسامون بده، خط فقر رو بیاره پایین و مشکلاتی ببنید. که عدیده ای که مردم داره. یک کشورهایی بودن که اساساً خودشون در هیچ کدوم از این بحران‌ها شرکت نکردن ولی آلوده شدن به مسائل خاورمیانه. ما امنیت در شرایط حاضر، اگر امنیت، اقتصاد و آزادی رو در نظر بگیریم، من به عنوان شهروند ایرانی و آلمان میتونم بگم اگر در ایران زندگی کنم، امنیت در شرایط حاضر برای من در واقع در مرحله اول اهمیت داره، بعد اقتصاد کشورم رو بسازم و بعد آزادی رو به دست بیارم. آزادی یک کشور یک کالای خیلی لوکسه که در حال حاضر من شخصا طالبش نیستم، ولی اگه بتونم امنیت داشته باشم و اقتصاد رو بسازم، من با این مسئله فعلا میتونم در واقع به زندگی کنم که آزادی رو بذارم برای نسل‌های آینده. اون چه که برای من در شرایط حاضر اهمیت داره اینه که اگر ایران در اوضاع منطقه دخالت میکرد، آیا الان ما با یک کشوری مثل صدام مجددا در عراق سر و کار داشتیم یا نه؟ ما انقلاب بهمن که اتفاق افتاد، جنگ 8 ساله بهمون تحمیل شد و جنگ 8 ساله دعوت ملت و دولت ایران نبود، بلکه معادلات منطقه‌ای کشور عربی رو وادار کرد که در کنار صدام قرار بگیریم و چیز در حدود کووید و عربستان سعودی 140 میلیارد دلار هزینه جنگ عراق علیه ایران رو پرداخت کردن که بعد هم به جنگ دوم کرد. ما در با سیاست خارجی ایران به این علت پیچیده شده سر و کار داریم که این روند شکل گیریش به اینجا رسونده ما رو که الان ما به طور عمده با مسائل امنیتی منطقه درگیریم و فکر میکنم اون پیشنهادی که آقای ظریف در مورد سازمان دادن یک نهاد عام برای خاورمیانه برای همکاری و توسعه و امنیت میتونه تنها راه حل باشه. بعد من نمیتونم بگم عربستان سعودی 105 میلیارد دلار اسلحه از امریکا بخره، ایران دست از تسلیحات برداره. ما یا ما موازنه وحشت رو برای همه برقرار میکنیم که ملت بتونه امنیت داشته باشه، یا اگر واقعا میخوایم که تسلیحات کمتری در ایران تولید بشه و ایران دست از ملیتاریسم برداره، باید یه سازمان ایجاد کنیم برای کنترل در واقع تسلیحات در منطقه. تا موقعی که چنین پدیده شکل نگرفته، یعنی شما هیچ انتقادی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ندارین؟ شما ظاهرا به نظر میرسه که هیچ اشکالی نمیبینین که جامعه به صورت یک دیکتاتوری اداره بشه، مون تا مثلا به اقتصادش برسن یا جای دیگه برسن. ببینین، من به همه چی منطقه و دولت‌هایی که و کشورهای منطقه انتقاد دارم. دولت جمهوری اسلامی در خلاء کار نمی‌کنه. حتی اگه دولت شاه هم بود همین کارا رو ممکن بود می‌کرد که الان دولت جمهوری اسلامی انجام میده. جغرافیای ایران اینو تحمل می‌کنه. دولت شاه در عمان دخالت کرد علیه مارکسیستا، ملا مصطفی بارزانی رو حمایت کرد علیه دولت عراق،
در افغانستان من یادم در روزهای اول انقلاب تعداد 1000 تا افغان در پادگان‌های گارد شاهنشاهی آموزش می‌دیدن برای اینکه بخوان وارد جنگ افغانستان بشن به زیان روسیه. این جغرافیای ایرانه و خیلی ما حتی در زمان شاه نیروی هواییمون در جنگ ویتنام دخالت کرد که هیچ ربطی به ما نداشت. ما باید در نظر بگیریم مسائل ژئواستراتژیک و امنیتی هم من به عنوان متخصص دارم به قضیه نگاه میکنم و مطمئنا نیازهای شخصی من و نیازهای اجتماعی افراد مختلف متفاوته. من دارم به این فکر میکنم که من آیا واقعا من اگه بخوام در واقع دموکراسی رو در مرحله اول قرار بدم دموکراسی وستمینستر در ایران شکل میگیره؟ نه، جنگ داخلی و در واقع لورد وارلوردز لورد وارلوردز هرچی که هست شکل میگیره. چیزی که در افغانستان ما دیدیم، جنگ سالار در افغانستان شکل دیدیم، در سوریه دیدیم، در عراق الان دیدیم. من گمان نمی کنم وضعیت کشور من به دموکراسی بهتری خواهد رسید. برای من در این شرایط امنیت اهمیت داره، به این علت که اگر قرار هزینه‌ای که ملت روس سوریه پرداخت کرد ملت ایران پرداخت کنه، من کلا آماده نیستم. اینا همش به هر حال فرضیه است، یعنی اینکه این به هر حال استدلالیه که مقامات ایران برای به اصطلاح توجیه فعالیت‌هاشون در خارج از ایران و کشورهای دیگه میدن که ما اگر که این کارا رو نکنیم مثلا ما امنیت در داخل نداریم و ما با داعش و با نمیدونم فلان طرفی مینا. اینا همش فرضیه است. میتونه ایران یک حکومت سالم معمولی مثل هر کشور دیگه داشته باشه، روابط حسنه ای با بسیاری از کشورهای دنیا هم داشته باشه، به اقتصادش هم بپردازه، در عین حال نفوذ منطقه ایش هم داشته باشه. ببینید من وقتی نگاه میکنم به سیاست خارجی عربستان سعودی به عنوان یک کشوری که خودش رو مقابل ایران در منطقه میبینه، هزینه سنگین IS رو کی پرداخت کرد؟ آیا واقعا IS هدفش فقط این بود که بخواد یه جمهوری اسلامی برای سنی ها ایجاد کنه، یا اینکه هدف اهداف ژئواستراتژیک که دراز مدتی رو دنبال میکرد؟ وقتی من الان نگاه میکنم عربستان سعودی با ارتش مدرنش وارد یمن شده و وارد درگیری یک کشوری شده که در واقع بهانه‌اش هم اینه که در واقع ایران در اونجا نفوذ داره، با توجه به اینکه یمن محاصره شده است از هر جانب، در واقع سیاست خارجی عربستان سعودی رو به ایران مرتبط دونستن نشون دهنده اینکه حافظه تاریخی ما بنز کافی نیست. عربستان سعودی همیشه در یمن دخالت میکرد، قبلا از شیعیان علیه مارکسیست‌ها حمایت میکرد زمانی که در واقع مصر وارد این درگیری ها شد. الان با توجه به اینکه شیعیان در واقع شیعیان چهار امامی یه مقدار تمایلات سیاسی ضد سعودی پیدا کردن، خب برسات از مخالفین دیگه استفاده چیز میکنه. یه وحدت، یعنی عربستان سعودی با توجه به منافع دراز مدتش و ادعای ارضی که در یمن داره همواره با مسائل یمن مرتبطه. حالا ممکنه اکتورهای سیاسی تغییر کنند. من اطمینان دارم اگر حکومت جمهوری اسلامی نبود، شاهنشاهی هم بود، ما در اوضاع عراق دخالت میکردیم. منافع استراتژیکمون، من فقط به عنوان به چشم منافع استراتژیک بهش نگاه میکنم، همونطور که شاه داشت در با حمایت از ملا مصطفی بارزانی تاریخ رو نگاه کنیم، گارد شاهنشاهی رفته بود اونجا داشت حمایت میکرد. آقای عبدالولد، اگر که به هر حال امنیت برقرار باشه و در داخل ایران براتون مهم نیست که مثلا این همه زندانی سیاسی داریم، این همه افراد رو شکنجه میکنن، همین اخیر معلوم شد که عده زیادی رو شکنجه کرده بودن و قرار بود اعدامشون بکنن، بعد معلوم شد که اینا همش توطئه بوده و آزادشون کردن. ببینید من مطمئنم، یعنی همه اینا برای شما مهم نیست؟ نه، اینجور نیست که شما میگین. ببینید مطمئنا آزادی های سیاسی هم برای من مهمه، منتها من دموکراسی رو یه مفهوم خاصی ازش دارم. من موقعی دموکراتم که به مخالفینم احترام بذارم. اگر همه اکتورهای سیاسی در ایران به این نقطه برسن که موقعی دموکراتن که به مخالفین سیاسیشون اهمیت بدن و به اونها احترام بذارن، وضعیت کشور ما بهبود پیدا می‌کنه. ما ملت روشن فکری هستیم، ما ملت تحصیل کرده ای هستیم. چه اپوزیسیون چه دولت باید به این نقطه برسن که ما هممون واقعیت‌های موجود جامعه‌مونیم. من گمان می‌کنم در اون شرایط هیچ کدوم از این در واقع رفتارهای نامتناسب سیاسی در ایران اتفاق نمی‌افته. من میتونم بگم خب بر صورت سال‌های گذشته من یه مقاله نوشتم در مورد اسپانسر اند استرورز، حمایت کنندگان از ترور. سوال اساسی گذاشتم نیروهای سیاسی که در سر مرزهای ایران دست به مبارزه مسلحانه علیه دولت ایران میزنن از کی و کجا حمایت مالی و پولی دریافت میکنن.
من فرض کنیم الان دولت جمهوری اسلامی نباشه و دولت 100% دموکراتیک باشه ولی خواسته های ژئوستراتژیک در منطقه داشته باشه، آیا وضعیت ما تغییر خواهد کرد؟ آیا عربستان سعودی دست از حمایت از تروریست های ایرانی برمی‌داره که در ایران در واقع دارن علیه دولت ایران مبارزه میکنن؟ شهروندان ایران کشته میشن. آیا وقتی یه سرباز یا یه افسر ایرانی کشته میشه حقوق بشر نادیده گرفته نشده و فقط موقعی که یه اپوزیسیونل ایرانی کشته میشه حقوق بشر نادیده؟ من آرزو اینو میکنم هم دولت هم ملت ایران به این نقطه برسن که همدیگر رو تحمل کنن. من شخصا به این نقطه رسیدم که من موقعی میتونم دم از دموکراسی بزنم که مخالفین سیاسیم رو بتونم بهشون احترام بذارم و حقوقش رو در نظر بگیرم. این پختگی رو در ایران من هنوز در هیچ کدوم از نیروها نمیبینم. خیلی متشکرم. وقت متاسفانه تموم شد. آقای بهروز عبدالوند خیلی ممنونم از شرکتتون در برنامه. تشکر. ممنونم شما.